سلام و شب همتان بخیر هموطنهای عزیزم، امید دارم که جور باشین، صحتمند باشین و روزهای ایده و خوشی سپری بکنین. ایده همتان مبارک باشه و امید از اینکه یک ایده پر از صفا و صمیمیت را در خانوادهتان تجلیل کرده باشین و از رفت آمدم جلوگیری کرده باشین، به خاطر از اینکه هنوزم تهدید ویروس کرونا پابرجاست. و امشب مثل همیشه مهماندار هستم. مهمان ما امشب کسی هست که بعضی ها برش میگن که چرخبردار رئیس جمهور و بعضی ها هم برش میگن فیسبوک چلوون که ارگ. امشب بودهای مختلف زندگیش را به تصویر خواهد کشیدیم، کسی که هر بحثش در رسانه ها جنجالی میشد و هر وقتی که در رسانه ها ظاهر میشد حتما صبح و روز یک جنجالی را شما میدیدین که در صفحات مجازی ایجاد شده. آقای شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد فرهنگی رئیس جمهور، در برنامه خوش آمدید. میگم خوش آمدید. بسیار تشکر از شما. به نام خدا با سلام خدمت همه بینندگان محترم برنامه سراچه و با عرض تبریک اید و امیدوارم که ایده که همزمان شده با فصل کرونا، بله، همه در کنار فامیل خود، در خانه های خود با خوبی و خوشی سپری کنن و به روح تمام شهدای نیروهای امنیتی افغانستان درود میفرستیم و برای مردم افغانستان روزهای ایده همراه با شادمانی آرزو میکنم. شما عیدتان مبارک باشه. تشکر. عید خانواده مبارک باشه. باشه. چطور تجلیل کردین از عید؟ عید شما امسال چی رقم بود؟ خب امسال متاسفانه به خاطر کرونا هم نوروز، هم عید رمضان و هم عید قربان تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته. شاید دلهای همه از عید همراه با شادمانی و خوشی باشد، ولی همه دلتنگی خود بود که چرا ما نمیتونیم یک عید مثل سالهای قبل تجلیل کنیم. حتی مراسم حج هم متاسفانه امسال نتونستن هموطنان ما برن و امریکا مسلمان ها از همه کشورها. همه هموطنان ما عید در خانه ها بیشتر سپری کردن. قسمی که شما میبینین عزیزا، چون در روزهای عید هستیم ولی ما استیج ما هم عادی هست، به دلیل از اینکه ما بتانیم پیامی به شما برسانیم که تنها برنامه ما را ویژه با مهمان ما گرفتیم و موضوعاتی که در برنامه گنجانیدیم، ولی امو استیج ما، حال هوای استیج ما امو حالت قبلی خود داره، تغییر از هر سال، به خاطر از اینکه به شما گوش زد کرده باشیم که متوجه خانه و خانواده و دسترخانهایتان باشین. امسال هم خیر است، فرق نمیکنه، تحمل بکنین، سال بعدی به خیر باز مجلل تجلیل کنین. آقای مرتضوی، پیشتر من یادآور شدم که هر وقت که شما در رسانه ها ظاهر میشین، چی رسانه های سیاسی و چی در بحث های سیاسی و یا اجتماعی، همیشه غوغا به پا میکنه این بحث هایتان، او هم به صورت منفی. از ظاهر شدن در رسانه نمیترسین؟ خب از ظاهر شدن به رسانه ها کسایی بترسن که کارنامه سیاه دارن، یا دستش به خون مردم آلوده است، یا زمین غصب کرده، یا جنایت کرده، یا اولادایش فیر هوایی میکنن، نام خود پلنگ و عقاب و شیر و گرگ میمونه. ما این کارا رو نکردیم، بنابراین مسئولیت ما در چی در رسانه بودیم و چی در حکومت بودیم، ایجاد یک پل ارتباطی بین مردم و حکومت بوده و کسی که در این نقش باشد بسیار با افتخار میتونه به رسانه ها بیاید، چون گپی برای گفتن دارد. در حکومت وحدت ملی، مهمانایی که تا این دم ما داشتم در برنامه، وزیر صاحبا و رؤسایی که کار کرده بودند در پست‌های متفاوت و مختلف، وقتی ازشان میپرسیدم میگفتند دشوارترین روزهای ما را سپری کردیم در این 5 سال با حکومت وحدت ملی. شما از خود بگوین روال کاری و زندگی شما در این 5 سال چی رقم بود؟ ما هم واقعا مثل دیگه دوستا روزهای سخت و دشواری را سپری کردیم، هم افغانستان روزهای سخت و دشواری را سپری کرد، هم حکومت روزهای سخت و دشواری را سپری کرد و واقعا حکومت وحدت ملی یک ظرف شیشه‌ای نازکی بود که هر آن امکان بود که بشکنه و همه چیز فرو بپاشه و بارها شما شاهد قهر و آشتی رهبران بودین. و زمانی که من به حیث معاون سخنگوی رئیس جمهور در سال 95 رفتیم، موهای ما سیاه بود و بعد از 4 سال شما آثار سفیدی را در موهای ما میبینید. و جالب بود که یک روز یک جلسه بود و در اون جلسه وقتی رئیس جمهور آمد
به طرف ما بسیار با دقت نگاه کرد. ما فکر کردم شاید کدام جای ما رنگ شده، ولی وقتی طرف موهای ما نگاه کرد گفت که نه، شما هم موهایت اینجا سفید شد. ولی ما را رئیس جمهور در بغل گرفت و گفت که ما و حکومت مدیون فعالیت های شما هستیم و ما هم از یک رئیس جمهور زحمات و فعالیت های ما را درک میکنه و همیشه حمایت کرده، سپاسگزار هستیم ازش. یک موضوع دیگه، همیشه وقت کسایی را ما دیدیم که آقای غنی دستایشان بالا میکنه بر ازی که، یعنی بر رسم ازی که پیروز هستن و کامیاب، باز یک دمی گم میشن. شما را هم دستتان بالا کرده بود، اما بود که از سخن، از معاونیت سخنگویی به طرف مشاوریت آمده؟ نه، ما خو سقوط نکردیم، دیگر را سقوط کردیم، ارتقا کردیم. بله، ما فعلا عضو کابینه هستیم و بست مام خارج رتبه است، ولی وای را که دست بالا کرده سقوط کرده. شما هم نظر هستین امروی محمود یک گفت شده بسیار وقتا؟ خب در فیسبوک بعضی ها نوشته کرده که هر کره رئی جمهور دست بالا کرده سقوط کرده، ولی ما تا حالا سقوط نکرده. بیشتر کسا به شما میگن چرخگیر ارگ یا رئیس جمهور؟ خب ما به همه هموطن ها این حق میدیم که با هر ادبیات نسبت به سیاست مداران یا هر کس که در حکومت کار میکنه قضاوت خود داشته باشه. مثلا یکی را چرخگیر میگه، یکی را یک نام و عنوان دیگه میگذاره، ولی ما به حیث یک مامور حکومت و در مسئولیت هایی که بوده مگه با اون عنوان یاد شد و من راحت تر هستم، ولی هر عنوانی را که مردم هم میگه من با اونا احترام میگذارم. اما من چون از نزدیک با رئیس جمهور کار کردم، احساسش و صداقتش به افغانستان و تعهد و برنامه‌شون برای افغانستان برای ما مهم بوده و خصوصا برای اولاد ما، برای آینده ای افغانستان و فرزندای کشور مهم میدونم. به این خاطر من سرسختانه دفاع کردم و حالم دفاع میکنم. ولی اگر من احساس کنم که رئیس جمهور یک روز در مسیر میره که به سود افغانستان نیست یا به سود آینده اولاد افغانستان نیست، ما قطعا میتونم مثل دیگه منتقدین انتقاد جدی خود داشته باشم، ولی هرگز به حیث یک اپوزیسیون باجگیر و فرصت طلب بدل نخواهیم شد. سوالات دیگه هم هست که از آقای مرتضوی خواهد پرسیدم، ولی بعد از یک وقفه کوتاه که میریم و زود برمیگردیم. بابا همراه باشه. شب شما باز هم بخیر عزیزای دل و خوش آمدین به برنامه باز هم، و کسایی که جدیدن پیوستن عید شما بازم مبارک باشه. امید دارم عید پر از خوشی ها را سپری بکنین با وجود از اینکه روزهای کرونایی را البته سپری کرده روان استیم. شما خب با این مشکل کرونایی و ویروس کرونایی سر نخوردین انشالله، نه خودتان نه از خانواده. آدمایی که کمی زرنگ خود میدونه کرونا رو میگفت که مرقس یا زکام است. خب ولی ما هم یک مرحله شدیدی از همه درد و تب احساس کردیم دیگه، امیدوارم که امو با کرونا قبول شود. جالب است به من که چطور این موضوع فیسبوکی نشده و رسانه‌ای نشده. خب نخواسته بودین بگوین به کسی دیگه؟ ما گفتیم ببینیم که قسمت چی میشه، اگر وضعیت خیلی خراب شد باز ملت خبر میشه. حتما در فیسبوک تان نشته نکده بودیم. زیادتر از فیسبوک استفاده میکنی؟ بله بیشتر فیسبوک استفاده. آقای مرتضوی، ما یکان پوست هایی را که شما میگذارین، یعنی نام خدا بسیار فعال هستین، در این شکل نیست، کامنت ها یا نظریات مردم ها که میخوانم همیش فش. یعنی از فرض مثال 1000 کامنتی که برای شما میاید دو دانش مثبت نمیباشه. چطور هضم میکنین؟ چی رقم تحمل میکنین؟ خب یکی که کسی که در افغانستان کار میکنه، ما زمانی که همین مسئولیت پذیرفتم به حیث در دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفتم که باید یک پست خرسی دبل باید بپوشی که تحمل کنی. این رئیس جمهور چقدر داش نام میدن یا هر مقام دیگه ای را، این فرهنگ فرهنگ خوبی نیست. یعنی فرهنگ نقد عالی ترین فرهنگ است. مثلا رسانه شما میان یک مقام دعوت میکنین یا گزارش تحقیق نشر میکنین، این حق شماست. دموکراسی هم است، آزادی بیان هم است. ولی داش نام دادن اصلا نه در فرهنگ مردم افغانستان است، نه در فرهنگ فضای مجازی هست، نه در فرهنگ رسانه است. شما در شروع بحثا فیسبوک چلاون که گفتین، در واقع همونهایی که با نام مستعار یا صفحات مستعار نوشته میکنه فیسبوک چلاون که در اصل همونا هستن. ما در کامنت های خود میبینیم کسی که یک شخصیتی
رسمی هست، مثلا من شما کامنتی بدی ندیدم از دوستای دیگه ای که در مسئولیت های هستن و با نام و آدرس خود هست، اونا داشت نام نمیدن به خاطر که بابام شخصیت خودم احترام قائل است و شخصیت مخاطب خود هم، ولی آدم های کرایی هستن دیگه، پول میگیرن باز با یکی داشت نام میدنی بسیار زیاد است. یعنی شما اینا رو میگین آدم های کرایی هستن، با صفحات جعلی میان وارد فیسبوک شما بشن؟ خب ما در فضای مجازی آدم های کرایی زیاد داریم، بله، که در بدل پول وظیفه دارن صفحه جعلی بسازن و مردم داشت نام بدن و به هر کسی خیانت کنن و خبرهای دروغ هم نشر کنن. این موضوع را این فیسبوک چلبون که این آدم های کرایی و حسابای جعلی را شما در ارگم داشتید؟ من بسیار با صداقت میگم شما میتونین از کل همکارای دفتر ما هم با سوال کنین. در دوره سخنگویی که ما بودیم همکارای ما هرگز متوسل به این صفحات نشدیم، ولی خود هزینه کردیم، بیشتر خود ما حضور پیدا کردیم در بحث های تلویزیون ها، در میز ها، در کنفرانس های خبری، در صفحه رسمی خود، ولی هرگز متوسل به این روش نشدیم. این روش به نفع هیچ کس نیست، یعنی چه کسی که در حکومت است و چه کسی که در بیرون از حکومت است. از کسایی که اشخاص افراد سرشناس هستن میان به صفحه شما سر میزنن و چیزهای می نویسن، چند نفرشان به سارن ولی معرفی کردین؟ تا هنوز ما علیه هیچ کس شکایت نکردم، در حالی که موارد زیاد است که اگر ما بخوایم شکایت کنیم این موردش بود، ولی علیه خود ما شکایت شده و ما تا هنوز به استعلام های سارن ولی به خاطر شکایت دکتر صاحب عبدالله هر روز استعلام باید جواب بده. دوران حکومت وحدت ملی را شما چگونه ارزیابی کردین؟ دوران حکومت وحدت ملی بعضی کارهای اساسی و بنیادی صورت گرفت، ولی واقعتش یک زیای وقت مطلق بود. 5 سال تمام؟ بله، بله، بدون شک. و این وقت سر چی صرف میشد؟ سر یک مدیر معارف در ولایت، سر یک گلوسوال، سر یک بست معینیت و سر موضوعات که اون موضوعات واقعا در سطح نبود که وقت رئیس جمهور یا وقت دکتر صاحب عبدالله سر از او صرف شود. و مهمتر از همه و بدتر از همه که همه شکاف های سیاسی هر روز عمیق‌تر میشد و تقابل و تنش های قومی زیادتر میشد، یعنی هر بخش کوشش میکرد که از هر ابزار برای باشه بردن همدیگر استفاده کنه. برداشت ما ایست که درست است رئیس جمهور بسیار با یک حوصله مندی کوشش کرد کمی شیشه نازک نشکنه، افغانستان به یک فروپاشی نروه، ولی وقتهای زیادی ضایع شد و اگر این وقت و این انرژی برای بازسازی افغانستان به مصرف میرسد ما یک مرحله به مراتب پیشرفت داشتیم. احساس کنید که من حیث یک کارمند دولتی همینجا نشستین و حقیقتها را میگین، چون خودتان هم گفتین که ما همیشه کار کردیم که به نفع مردم بوده و حقیقت را بیان کردیم، مقصر کی بود در این بین؟ خب شما بسیار آرشیف بزرگ دارن، طلو نیوز آرشیف بزرگ دارن، میتونن به گذشته مراجعه کنن و همه رقم مردم هم به حافظه خود میتونن مراجعه کنن. برای نمونه 1.5 سال دکتر صاحب عبدالله آقای حمیدی را به حیث لوی سارنوال قبول نکرد، 1.5 سال، بعد از 1.5 سال پذیرفت. دلیلشان چی بود؟ خب شاید علاقه داشت که یک کسی دیگه ای که با دکتر صاحب رابطه خوب داشته باشد او شوه یا گزینه دیگه داشت. و در دوره حکومت وحدت ملی 110 وزیر تغییر و تبدیل شد. شما ببینید وقتی در یک اداره یک وزیر میره 3 ماه، این 3 ماه تازه با محیط اونم اداره تازه آشنا میشه که همین چند معینیت داره، چند ریاست داره، کار در کجا رسیده، این وزیر پس میشد. وزیر نو دیگه که میره باز نقطه سر خط، باز شروع میکرد طرح نو، پلان نو، 6 ماه بعد بازی بدل میشد. با 6 ماه بعد وزیر نو دیگه میره باز هم نقطه سر خط. یعنی واقعا فهم ما است که در بعضی وزارتخانه ها آخرین وزیری که بود او هم نفهمید که در 5 سال پلان اول چی بود، دوم چی بود، سوم چی بود، چهارم چی بود و ما مبنای کار ما کدام پلان خود بود. ادارات ملکی ما باید یک ثبات داشته باشد، مثلا در تحصیلات عالی یا معارف یا یک اداره دیگه ما حداقل یک کس یک پلان 5 ساله را داشته باشه یک وزیر و ما رو بتونه تطبیق کنه در یک دوره ریاست جمهوری. بله. ولی وقتی 110 وزیر در یک دوره بدل میشه این نشون میده که چقدر یک بحران
عمیق مدیریتی در سطح مدیریت کلان کشور وجود داشته. بینیدای کمیل از برنامه رو میبینین؟ این بحث های داغ ادامه داره و تا آخر برنامه همراه باشین، انو سر فیلم است. سوالات زیادی مانده که هم از شما و هم از خودم که آماده ساختیم از آقای مرتضوی میپرسم. والا گفتن امانم که نوشیدن جوس نکتار طبیعی شفا را هم فراموش نکنین، بخصوص در فصل گرما که ضامن سلامتی شما هم است. ما و آقای مرتضوی هم می نوشیم. میانه تان با نوشابه ها چطور است؟ ما بیشتر آب ترجیح میدیم، ولی حال اینجا میخوریم. تشکر از همراهیتان عزیزان. شب و روز خوش برای همیتان خواهان استم و نظر انتقاد و پیشنهادتان همواره در برنامه میگم که میتونین آزادانه با ما شریک بسازین. بدون شک که دوستا هم میفهمن که شما در گذشته ها کار روزنامه نگاری هم کردین. شما معمولا گزارشات تحقیقی را رویش کار میکردین که مثل بم انفجار میکردم و روزنامه. اینال درباره از این بگوین که کدام وقت با مشکل سر خورده بودین، کسی تهدیدتان کرده بود چطور؟ خب گزارش های تحقیقی که ما کار کردیم در اشتوب، البته با اما حمایت قوی تیمی که در اشتوب بود که مرحوم صادقگر، آقای سنجر سهیل و آقای رستمی و دوستای دیگه ای که کار میکردن، واقعا او جز کارهای ماندگار شاید در مطبوعات افغانستان باشد. مثلا گزارش آسمین زمینه، وقتی ما نشر کردیم پارلمان جرئت نکردن را نشر کنه، چون همه رهبرا در او لیست بودن. وقتی نشر شد دفتر ما در معرض تهدید قرار گرفت. او زمان آقای اسپنتا دوره آقای کرزی بود، با کمک آقای اسپنتا و وزیر داخلی وقت برای 40 روز یک پسته پلیس در داخل دفتر ما جابجا شد، ولی در عین حال که یک پسته پلیس هم اونجا بود، در سر کوچه و انتهای کوچه هم پلیس بود، 2 شب برای دفتر آمدند. در رابطه با گزارش قاچاقبران بزرگ مواد مخدر، 6 ماه گزارش ما موفق به نشرش نشدیم، به خاطر که برخی افراد نامش در او بود و اینا اعمال فشار میکردن که این نشر نشوه. گزارش تاراج معادن وقت ما نشر کردیم، وزیر وقت امو زمان تمام روزنامه را از سطح شهر خودش خرید و جمع کرد که پرفروشترین روز روزنامه در تاریخ افغانستان امو روز بود که یک وزیر کل روزنامه را با قیمت بالا از دکه ها بود؟ فکر کنم که زمان آقای شهرانی وزیر معدن بود، ولی جایی که ما خبرشیم از کل غرفه ها روزنامه را صبح وقت خریدن این به دسترس مردم نرسید و فضای مجازی هم اون زمان کمتر بود، ولی به هر حال او گزارش نکاس خود داشت. و یادم که شبش باز همون وزیر در طلوع آمد، 1 ساعت مصاحبه کرد، باز ما رو متهم کرد که یا عوامل کشورهای بیگانه است. چرا دوباره چاپ نکردین امورا؟ من دقیق یادم نیست و فکر کنم که تجدید چاپ شد یا نه، ولی نسخه های اول متاسفانه امریکا فروش رفت. چند بار شما به سارنوالی معرفی شدین؟ به دروازه سارنوالی هم رفتین کدام وقت؟ در زمانی که در روزنامه بودیم 11 مورد سفارت ایران علیه ما شکایت کرده بود، که جالب بود. بعد چند بار به کمیسیون تخطی بررسی تخطی های رسانه ای رفتیم که آقای رحیم بیشتر بود. باز آقای رحیم بسیار آدم بزرگوار بود، باز می گفت که با جوان های کارا خوب نیست، شما می کمی همه کوشش کنین رعایت کنین. باز برحال درک میکرد شرایط کار مطبوعات ها، ولی در دوران انتخابات بله ما به سارنوالی سر ما شکایت شد بار و یک موردش که شکایت از طرف تیم دکتر سب عبدالله بود. تا هنوز هم و دوسیه بسته نیست، امیدوارم که می افته بسته شد. به خاطر متحد بودنتان با ارگ و ریاست جمهوری، شما حتی از حق شهروندیتان که همو رای دادن هست و در یک روز بسیار بزرگ و تاریخی که هر چند سال بعد یک بار در زندگی ما تکرار میشه، شما نتانستین حتی از حق شهروندیتان استفاده بکنین. چرا شما را نگذاشتن که رای بدین؟
ما واقعا زمانی که در ایران و پاکستان در مهاجرت بودیم و اونجا انتخابات برگزار میشد، همیشه آرزو میکردیم که بزر کشور ما انتخابات برگزار شد و ما هم بتانیم در صفحه طولانی استاد شویم و به کاندید مورد نظر خود رای بدیم. ولی فیصله ناعادلانه که در مورد ما شد که ما را از حق رای دادن محروم کردن، ما هنوز میگیم که واقعا تصمیم سیاسی بود و ما را از یک حق مشروع قانونی و شهروندی محروم کردن. خب به هر حال این خلاف تمام آرزوهای ما اونا تصمیم گرفتن، اما مردم به هر حال رای دادن، نتیجه انتخابات معلوم شد و امروز کسی را که ما تلاش داشتیم که پیروز شوه پیروز است و ما خوش هستیم که رئیس جمهور برنده انتخابات است. ولی این که مرا محروم کردن یعنی برای خود من یک سوال مطرح است. شما دوره سکوت 24 ساعت پیش از انتخابات را مراعات نکرده بودید؟ نه، او شکایت ها مربوط به او دوره نبود. هیچ مربوط به او نمیشد؟ بله. چیزی که در اذهان عامه است؟ نه نه، او نبود، به خاطر که او فیصله بسیار پیش از دوره سکوت بود. میگن بسیار یک آشپز خوب هستین و حتی که در خانواده با همسرتان در آشپزی کمک میکنین. عالی، واقعتش اما حوصله‌مندی برای آشپزی نیست، ولی ما در جاغوری در خانه که بودم بیشتر خیلی علاقه داشتم، شوق داشتم که کمک کنم و کمک هم میکردم در بعضی کارها. بله. بعضی چیزها را که ما یاد داشتم با فامیل یاد میدادم، بعضی چیزها را از اونها میاموختم و بخشش از روی شوق و علاقه‌مندی خود ما بود. از همین خاطر خانمتان از شما شکایت کرده، او هم به صد رسانه آماده استیم ببینیم. ما همیشه شکایت ها رو میشنیم، حالا هم میبینیم. یعنی هیچ برتان ارزش نداره؟ نه ارزش داره. یعنی عادی سطحی میگذرین همتان؟ نه اوتا نیست، منظور این که آماده همه گوش ما آماده شنیدن انتقاد هست. ولی از خانواده از همسر آدم بسیار دشوار میباشد که کسی شکایت خب کنه. خب اونا رو هم به حیث خانم خود، هم به حیث یک شهروند یه حق انتقاد برایشان قائل است. مقصد خانه رفتنیست این فکرتان باشه؟ یا از روزای عید استفاده میکنه؟ ما آتش بس داریم. بله روزای عید آتش بس داریم. با هم میبینیم. سلام در برنامه سراچه. آقای مستعید تا که جاغری بود دیگه زیادتر همکاری داشت، خود از ما همیشه آشپزی یاد میداد. اگه همیتر همکاریم که در گالی که کابول هم در مصروفه چه زیاد شده، به هر حال مصروفه چه مگر زیاد شده زیاد در خانه توجهش زیاد هست، بچه و خانواده خوش نده که زیاد چنه و همیشه همکاری داره. چی عالی، کوتاه ولی بسیار گپکای خدا چی میگن در قالب چند ثانیه هم تو خلاصه کرد. خب محیط خانه ما خیلی یک محیط خوب و صمیمی است. پدر ما هست، مادر ما هم همراه ما هست، با اونا ما به نهایت راحت و صمیمی هستم مثل یک دوست و رفیق. و خانم ما و 4 تا فرزندای ما هست، خواهرم هست، با همه بسیار دوستانه و صمیمانه رفتار داره. افسانه جان، دختر عزیزتان بازم پیامی به شما داره، شما ببینه. بسم الله الرحمن الرحیم. نام افسانه. پدر ما بسیار مهربان است، یک همراه خوب در زندگی است، همیشه تلاش میکنه تا ما یک آینده خوب برای خود بسازیم و همیشه با ما نصیحت های خوبی میکنه. و تشکر از برنامه سراچه. افسانه واقعا یک دختر خیلی صبور و بردبار و همه مسلط به کارهای خود، از درسهای خود خوب میخونه، در خانه هم سهم میگیره، با مادر خود یک شاگرد بسیار خوب و فعال است. بسیار خوب. بعد از یک وقفه که میریم و پس میاییم عزیزا، یکی از صمیمیترین دوست های آقای مرتضوی در خانواده را دعوت کردیم که شما فکر کنید کی باشه. ما برمیگردیم. بیننده برنامه سلاچه از تلویزیون ترو هستین عزیزای دل، تشکر از همراهیتان. قسمی که پیشتر برتان گفتم که یکی از دوستان صمیمی آقای مرتضوی را در برنامه دعوت میکنیم که همین لحظه در استودیو شیشتن. سلام یگانه عزیز، خوب هستی؟ سلام به شما و بیننده های عزیز. صحتت خوب است؟
عیدت مبارک. عید شما مبارک. چقدر کالای مقبول پوشیدی یگانه جان. تشکر. مادر انتخاب کرده یا خودت؟ مادر. پیسه شکی داده؟ پدر. خلاص دیگه 50-50 را چی میگن همینجا حکومت وحدت ملی سر لباسای خودت زدن دیگه نه؟ آه. کت پدر زیاد صمیمیستی در خاره؟ آه. خاره میشه یگان در پسرت؟ نه. هیچ وقت. همتر از آقای مرتضوی؟ یگانه بسیار دختر باهوش است. حتی یعنی آدم ها یگان روز یا خسته است یا ناراحت است یا کدام موضوعات است که آدم متاثر میشه از اون چهره ما تشخیص میده میگه چرا امروز ناراحت هسته یا اگر مادرش مریض باشه یا خسته باشه فورا به ما میگه وقتی از دفتر بریم که مادر مریض است شما مثلا چیزی نگوین یا کاری یعنی پیشانی تانترش نکنیم که مادر مریض است همتون امروز پدر جان برتان ایدی داد؟ آه چند ایدی گرفتی یگانه جان؟ یک هزار کدام عادت پدر تا زیاد خوش داری یگانه؟ خوشحالیش جان خوشحالیشه؟ همیشه در خانه خوشحال می باشه خنده می کنه و اینا برای یک دختر چگونه پدری هستین شما؟ گذشته از دیگه فرزندایتان برای یک دختر؟ واقعتش همین رقم که در سطح جامعه همه فضای حاکم مرسولاری هست تجربه ما همی است که در سطح اولادام پسرها خود بیشتر قلدور میبینه بیشتر خود برتر احساس میکنه با خاطر دخترها بیشتر واقعا از هر لحاظ ضرورت به حمایت داره یعنی پدر و مادر باید اگر یک دختر داره یک پسر داره دخترانش به حمایت بیشتر نیاز داره یکی از حامیای دخترایتان هسته بدون شک میخوای دارنده چی کاره شوی؟ وزیر وزیر چی؟ وزارت عامه وزیر زنا میخوای شوی؟ بله به خانما میخوای چی کار کنی؟ زمانی که باز یگانه وزیر شو امیدوارم که زمان باز تعامل پارلمان قوی تر شد که به زنا باز رای بیدن چون تاله همه به خانم‌ها رای دادن؟ خانم‌ها کمتر رای دادن، بله. شما تصمیم دارین که در آینده ها بخیر کاندید کنین خدا؟ قانون اساسی ما به هر شهروند این فرصت فراهم کرده. اینا شما میتونید کاندید شوین ما هم. ولی من دوست دارم که حداقل در یک مرحله معاون اول خوبی رئیس جمهور خوب باشه. من معاون اول خوب و هم یک رئیس جمهور خوبم باشد و به این شرط که صلاحیت های معاونین رئیس جمهور در قانون ذکر شوه و قانون تعدیل شوه اون زمان یعنی علاقه مندی را دارم که درمو مسئولیت یا مسند کار کنم مادر تا دوست داری یا پدر تا؟ مادر ما ارتیشه دیگه نه؟ اول گفتی مادر ما باز یادش آمد که من اینجا هستم ما یک نفر شانه قبول میکنیم مادر یا پدر؟ مادر چرا؟ زیادتر کمک میکنه زیاد غذا پختنش خوش داری خوراکای مزه‌دار برات جور میکنه آه پدر چطو؟ چرا پدر تا دوست نداری؟ دوست دارم باز زیادتر امیال گفتی ندارم باز دخترها زیادتر مادر خود دوست دارم اوی خدا ولی برعکس آقای مرتضوی چون یگانه جان شاید هر کس فرق میکنه ولی دخترها زیادتر با پدر خود رفیق میباشن و نزدیک میباشن نسبت به مادرها شما چطور بودین در خانواده؟ ما در خانواده زمانی که ما خرد بودیم در جاغوری بودیم او محبتی که آل پدرها نسبت به فرزنداش داره شاید کمتر نصیبی ما شده به خاطر که ما فرار میکردیم که پدر ما را به زراعت یا به دهقانی کدام جای مصروف کار نکنه خب بیل زدن بلد هستیم بله ولی از همین کار مزرعه و زمین داری کوشش میکردیم که از پدر مادر دور باشیم یکون جای فرار کنیم که باز اگر بگیر و نام افتادیم تا شام سر ما کار میکردیم یگانه جان کالاگکایت زیاد مقبول است بسیار خوشم آمد از این مثل کلم به شما توفه آوردی جان به من توفه آوردی تشکر بسیار زیاد همیشه توفه رو عزیز من تشکر یگانه جان
زنده باشی خورکم. این تحفه گرانبهاست و همیشه همیشه وقتی که من را جور کنم و بپوشم به یاد یگانه خود افتیدم و وعده میتم برات که زود جورش میکنم در یکی از برنامه‌های سراچه خود پوشیدمش. سیس بازر وقتی دیدی بگو که این را به خاله اوستا مگرفته بودم. تشکر بسیار زیاد. تشکر شما. بسیار تشکر واقعا آقای مرتضوی، بسیار مرا خوشحال ساختن امروز با این تحفه مقبول شد. ما هم برایتون کتاب آوردیم. بس خوب است که از یگانه را دریافت کردین. چقدر خوشبخت هستم. تاریخ بیحقی هم خدمت شما. به به، چی عالی. و این تحفه گرانبها که از آقای مرتضوی بر من رسید، تاریخ بیحقی، یک دنیا ممنون. از کتاب کده دیگه کدام تحفه خوب بوده نمیتونه، از کتاب و از قلم کرده. درست. قسمی که به یگانه وعده کردم که لباسی را که برام تحفه آورده حتما میپوشم، اینم به شما وعده میکنم که با می حج میشی کتاب خود خواندم. یک دنیا ممنون. درست. هر وقت فرصت کردین. تشکر آقای مرتضی. ولی آدم به مطالعه باید فرصت خودش پیدا کنه. بله، بدون شک. یک دنیا ممنون. خواهش میکنم. از شما بیننده عزیز هم یک جهان تشکر. وقفه کوتاه داریم و ناگفته نمانم که سوالات شما هم در اخیر برنامه گنجانیده شده. همراه ما باشین تا اینکه جوابتان از زبان آقای مرتضوی بشنویم. روزهای خوب و خوش عید را به خوشی سپری بکنین عزیزای دل، در جمع خانوادهتان و از این رخصتی‌های به دست داشته هم استفاده بکنین. چند سوال دارم از شما، ببینم جوابتان چی خواهد بود. سه کاری که هر روز عادت شده برتان انجام میدین. خب یکی مرور مطبوعات است. ما واقعا عادت شده که فضای مجازی و مطبوعات باید چک کنیم و کوشش میکنم که ورزش بدل به عادت کنیم. یعنی ما هر صبح تلاش میکنیم، به خاطر که وزن ما زیاد شده و کار روزمره که هست یا جلسه هست یا برنامه هست، اما چک کردن و اسکیجول کار روز جزء عادت شده است. در بین گفای را گفتین فیسبوک هم شامل است دیگه. بله بله، بدون شک. سه شخصی که ازشان نفرت داری. یکی ذبیح الله مجاهد، چون همیشه پیام مرگ میده برای افغانستان، و ملا هیبت الله و ملا برادر. ذبیح الله مجاهد، ملا هیبت الله و ملا برادر. خب میانتان با کچالو چطور است؟ فوق العاده عالی، چون ما از کچالو انرژی میگیریم. چند نوع خوراک میتونین با کچالو آماده بسازین؟ اتفاقا ما در یک سفر در بامیان رفتیم در پارسال، در یک برنامه، یک مبتکرش هم یک خانم است که فعلا شاروال ولایت دایکندی است، از کچالو ظاهرا 30 نوع غذای مختلف جور کرده بود و به نمایشگاه گذاشته بود. او زمان ما اهمیت کچالو را درک کردیم که چی چیز خوب است. پیش از این بحث داغتان در یکی از برنامه سیاسی بود یا که بعد از او؟ نه، بحث ما تقریبا 2 سال پیش بود، ولی این 30 نوع غذایی که ساخته شد از کچالو مربوط به سال گذشته. خب بسیار خوب. جایگاهتان را در بین مردم چگونه پیدا کردیم؟ شما وقت وارد کار سیاسی شوی، واقعا دوستان بی نهایت خوب هم پیدا میکنین و دشمنان بی نهایت هم پیدا میکنین. ویر شما در قضاوت ها و رفتار ها میبینین، اما من واقعا جایگاه خود در بین مردم خوب میبینم. من دوستان بسیار زیادی دارم از 34 ولایت افغانستان که با ما به تماس هستند، و اما ارادت و محبتشان هم درک میکنم. در سفرهایم که همراه رئیس جمهور رفتیم در ولایت که مردم ما را دیده، به نهایت مهربانی و لطف کرده. خب میگن خبر مرگ آقای رستمی را کسی براتان داده بود؟ بله، در یک سفر که آقای رستمی با وزیر احیا و انکشاف وقت آقای دورانی به لوگر رفته بودن، باز به من کس تلفن کردن که من خبر داشتم که اینا امروز سفر دارن و گفتن که تیاره اینا سقوط کرده. واقعا برای من بسیار سخت تمام شد و تلفن هایم که کردیم به هیچ کس رخ نشد. اون لحظه
دیگه چیزی که من اول از فکر میکردم اینه که واقعا فامیلش ما چطور خبر کنیم که رستمی به هلاکت رسیده. و خوشبختانه که با تماس های مختلفی که باز گرفتیم بعد از چند دقیقه البته که او خبر رد شدن، تیاره سقوط کرده بود اما اینا در تیاره دیگه بوده و واقعا خوش شدیم که اینا سالم هستن. آقای رستمی درباره شخصیت شما چیزهایی گفتنی داره براتون، با هم میبینیم شما درست. ببینیم که چی گفته براتون. حتما خوب گفته. من و مرتضوی صاحب در سال 2010 در روزنامه صبح با هم آشنا شدیم. بیش از یک دهه است که از جمله دوستای صمیمی هم دیگر هستیم. ما از مهارت‌های مرتضوی صاحب در حوزه خبرنگاری، در انتخاب موضوع، پردازش به موضوع، به ویژه انتخاب تیتر و سایر موارد چیزهای زیادی آموختم. از ویژگی‌های بارز جناب مرتضوی برخورد عقلانی با تمام قضایاست و حوصله فراخ یا گسترده ایشان به مخاطبان است. مرتضوی یک آدم جدی، متحد، صادق و در این حال مسئولیت پذیر نسبت به کار خود است و مهمتر از همه روحی ملی داره. خوب بود به نظر. خوب بود. ترسیده بودین کدام موضوع را یاد میکنه که بین شما دو نفر است حتما؟ نه رستمیم یکان وقت چی میشه؟ یکان وقت قهر میشه؟ من گفتم نکنه که کدام راز من افشا کرده باشه؟ راز نگفتم قهر نباشه. خب آدم که قهر باشه بازدم و قهر بسیار گپا را میزنم. آقای رستمی یک جا هم تشکر از شما. بریم طرف سوالات مردم. آقای مرتضی آماده است؟ بله. عبدالجان فرهمند میگه که از ایشان بپرسین پس از این که مشاور فرهنگی رئیس جمهور شد چند بار با رئیس جمهور دیده و چند مشوره فرهنگی به ایشان داده؟ اتفاقا اولین کار ما یک طرح جامع تحت عنوان ایجاد شورای عالی فرهنگی بود که ما برای جمهور دادیم. همه بعضی که ما مشاور فرهنگی شدیم به خاطر که در او طرح آمده بود بیشتر از 19 نهاد حکومت باید زیر یک چتر بیان شورای عالی فرهنگی تا تمام کارهای فرهنگی را اینا بتونن هماهنگ مدیریت کنن و او طرح رئیس جمهور خوشبختانه منظور کرد. احتمالاً به زودی عالی تحت نام شورای عالی منابع بشری و فرهنگی زیر نظر رئیس جمهور باز کارها را شروع کنه. او یک فرصت خوب است که همه نهادهایی که در حوزه فرهنگی کار میکنن زیر او سقف جمع خواهد شد و اگر ما بگیم دستاورد خوب یکش میتونه باشد. و ما عضو کابینه هستم، یعنی هر دوشنبه نشست های کابینه هست که تحت ریاست رئیس جمهور هست. خود دوره‌ای که کرونا بودش ملاقات ها و دیدارها کم محدود شده ولی در گذشته یعنی بخش زیادی برنامه‌های مردمی در کابل با دیگه همکارا ما تنظیم می‌کردیم. دو برنامه رئیس جمهور بودن، در جلساتی که مرتبط به کار ما هستن با رئیس جمهور هستیم و خوشبختانه که رئیس جمهور کسی است که هر یادداشتی که برایشان روان کنی و یادداشت می‌خونه و برایتون پاسخ میده که یا تایید است یا رد است یا خودشون یک پیشنهاد دیگر بازی را میکنه. خوب. حکمت سالنگی میگه که آیا گاهی شده که خلاف میل رئیس جمهور واقعیت را بیان کرده باشین که واکنش داشته باشه از طرف رئیس جمهور؟ نه، ما به حیث کسانی که در حکومت کار میکنن و مامور رئیس جمهور هستیم و کارمند هستیم باید در ما سیاست های کلان رئیس جمهور باید صحبت کنیم و کار کنیم و کسی که باز میتونه خلاف رئیس جمهور گپ بزنه و بهتر از ساختار حکومت بیرون شه برن باز موقف اپوزیسیون بگیرن. آدم شاه میگه اینقدر چاپلوسی را از کجا یاد گرفتین؟ خب ما باید تفکیک کنیم بین کسی که از موقف خود دفاع میکنه، کار خود برجسته میکنه و بین کسی که یک کار ناحق یا یک کار غیر واقع میخوای واقع جلوه بدیر باید تفکیک قائل شویم. ما به کار خود افتخار میکنم و ما امیدوارم که هر شهروند افغانستان در هر مسئولیت کستن از اما کار خود بتونه به صورت درستش دفاع کنه و کار خود درست ارائه کنه. آقای بلال امینی پرسیده از شما اگر در حکومت آینده در حکومت به شما جایگاهی در نظر گرفته نشه مصروف و چه کار خواهد شدیم؟ سه گزینه داده: دکانداری، روزنامه نگاری یا هم منتقد حکومت. کدام یکی؟ در دکانداری زیاد استعداد ندارم.
منتقد سیاسی ما دوست داریم که اپوزیسیونی با برنامه قوی باشد که بتونه برنامه حکومت هم نقد کنه هم پیشنهاد بده، ولی اپوزیسیون باجگیر نباشد که صرفا باج بگیره. و روزنامه نگاری واقعا برای ما یک عشق است، یک علاقمندی به نهایت فراوان است و یک هیجان داره برای ما و او را دوست دارم. سخت ترین روزهای زندگیتان را به ما قصه بکنین. طبیعتا هر کدام ما در زندگی ما این روزها را سپری کرده. سخت ترین روزهای زندگی ما وقت بود که طالبان بود و ما واقعا کشور را ترک کردم برای یک مدت و با یک تاریکی و ناامیدی می رفتیم که نمی فهمیدم انتهایش ما به کجا میرم، به کجا میشیم. و او روزها به نهایت تلخ بود و ما در اون زمان در کارخانه کار میکردم 16 ساعت، کارخانه قالین بافی و مکت بافی، و همیشه در عید مثل عید تمام کارگرایی که بودن اونا میرفتن، تنها من میموندم و هیچ جایی نبود که واقعا میرفتیم یا خوش باشیم یا شادمانی کنیم، چون در مهاجرت هم برای افغان زندگی سخت بود و واقعا یک آینده تاریک بود در زمان طالبان و نمیدانستیم که یک سال بعد ما چی میشه، پنج سال بعد ما چی میشه. و خوشترین لحظه لحظه بود که طالبا از همه کشور سرنگون شدن و ما امیدوارم که سایه طالبا برای همیشه از فضای افغانستان برچیده شود تا هم زن افغان نفس راحت بکشه و هم مرد افغان نفس راحت بکشه و کسی صدای بم و انفجار و انتحار نشنوه. بیاین فضا را یک دم تغییر بدیم. درست. چند تصویر از شما آماده هست آقای مرتضوی، میریم سرشان گپ میزنیم به خاطر که حال هوای ما باید یک رقم دیگه شود. این تصویر در قرغه است، امروی میرویس پسر ماستیم، میرویس هم و این تصویر از یگانه است که در مورد کرونا نشته میکنه. بچه های خوب کرونا را جدی بگیره. بله. و این فامیل ما هست، خانم است، علیسیناست، میرویس، یگانه، افسانه و فاطمه خواهرم است. بسیار خوب. این افسانه دختر ماست که در برنامه مکتب آمده بود در ارک و امروی رئیس جمهور روال پرسی داره. و ای هم در یک مرحله بود که ظاهرن ما تازه کابل آمده بودیم. این خانه ما در جاغوری است و در همه حیات کلان که هست، محیط کلان، ما و کاکاهای ما هستیم و کاکای پدرم و اینجا متولد شدم و خاطرات بسیار خوب و خوش داریم از اینجا. خانه پدری؟ بله. و خانم هست نجیبه، خودم که لاغر شدیم. یه همراه خانم ما هست. عکس های کمتر دیده شده را شما دوستا تماشا کرده این از آقای مرتضوی. یک دنیا ممنون که در برنامه حضور پیدا کرده. بالاخره خلاص شد. تشکر. برنامه بسیار خوب داشتیم. تشکر از اینکه آمدین در برنامه و بازم عیدتان مبارک باشم. انشالله که همیشه شاد و خرم ببینیم. تشکر. امیدوارم که واقعا دمی ایام عید که یک بخش مردم ما متاثر از فضای کرونا هست. بله. یک جمع از بزرگا و جوانای خود ما از دست دادیم و مردم ما اندوهگین، یک تعداد واقعا فقر و مشکلات اقتصادی مردم دچار مشکل کرده و ما تانسته باشیم یک پیام خوب و خوش را برای مردم در ایام عید داشته باشیم. تشکر از سراچه، از برنامه شما و یک برنامه متفاوت در رسانه های افغانستان شما مدیریت میکنین. ما برای شما موفقیت میخواییم و برای تمام همکارهای شما که همکار شما هستن. تشکر. بسیار دارم. تشکر. بیننده عزیز، از شما هم یک جهان تشکر. وقت خوش و لحظات خوش برتان خواهان استم. کسایی که جدیدن پیوستن، چون آخر برنامه است میشه تکرار برنامه را باز ببینین. بر شما هم عید از صمیم قلب مبارک میگم. شاد و خرم باشین. وقتتان خوش. برنامه بعدی تلویزیون طلوع را فراموش نکنین که بهترین ها را در ایام عید بر شما در نظر گرفتن. خداحافظ.